مصطفی خامنه ای در شمار اعضای هیئت مؤسس دفتر نشر فرهنگ اسلامی است. مرکز یا دفتر نشر فرهنگ اسلامی ساختمان و زمین‌های وقفی متعددی داره که از قبل از انقلاب که ممجواد باهنر راش انداخت تا امروز بر حجم کمی و کیفیش اضافه شده. یک نمونه زمینی است به مساحت 16000 متر مربع در سوهانک تجریش که به عنوان وقف یعنی مفت و غیر قابل فروش در اختیار دفتر نشر فرهنگ اسلامی بوده است. متولی و صاحب اختیارش اوقاف بوده، اما دفتر نشر به عنوان ملک خودش اینو میفروشه به تعاونی مسکن مجلس به عنوان ملک خصوصی و در سال 90 و سال 91 هم اعلام شد که 430 واحد مسکونی تیمای 91 اعلام شد که 430 واحد مسکونی در قالب چند برج در این زمین 16000 متر مربعی ساخته می شود. بعد سندش تغییر کاربری داده شد، کلی درخت سبز تناور در این منطقه نابود شد و این موقوفه کاملا در اختیار ساخت و ساز قرار گرفت. حکایت ساخت و ساز غیرقانونی تعاونی مسکن مجلس در منطقه سوهانک در شمال پایتخت از زمین بزرگی در ارتفاع حدود 2000 متری که گود برداری شد تا برای نمایندگان مجلس در آن برج سازی صورت گیرد و هیچ کس نپرسید تکلیف ممنوعیت ساخت و ساز در ارتفاع بالاتر از 1400 متر چیست؟ نه کسی درباره ساخت و ساز غیرقانونی پرسید، نه کسی به این موضوع خورده گرفت که چگونه این تعاونی توانسته زمینی را که متعلق به دفتر نشر فرهنگ اسلامی بوده و فروش آن غیرقانونی است در اختیار گرفته و بخرد. نه تعداد طبقات این برج و چگونگی دریافت مجوزهای لازم برای ساخت آن برای کسی سوال برانگیز شد، نه کسی درباره تغییر کاربری زمین آن ابراز نگرانی کرد و نه هیچ موضوع دیگری. نتیجه چی شد؟ اینم یک کارای دیگه اوقاف. سال 94 برج های در حال ساخت که حدود 40 طبقه دارد و در حال حاضر اسکلت آن کامل و سفتکاری آن در حال انجام است متعلق به تعاونی مجلس شورای اسلامی است و مصداق بارز دستکاری در قانون توسط نهادهای مسئول در این برج ها دو تخلف محرز شکل گرفته. الف، واگذاری غیرقانونی زمین دفتر نشر فرهنگ اسلامی که عرض کردم وقف بوده، حالا دقیق تر میگم مالک اصلی این زمین که قبلا سوله یک چاپخانه در آن مستقر بوده، چون قبل از انقلاب اینو برای چاپ کتاب های اسلامی و اینا عرض کردم ممجواد باهنر و اینا، بعدن هم مصطفی خامنه ای میاد جزو هیئت مؤسسش و اینا، مربوط به دفتر بعد از انقلاب، این مربوط به دفتر نشر فرهنگ اسلامی بوده. سال 1369 آقای برقعی رئیس وقت دفتر نشر فرهنگ اسلامی نامه خطاب به رهبر معظم انقلاب می نویسد، یک سال بعد از اینکه خامنه ای میشه رهبر معظم انقلاب، و در بند 3 آن پیشنهاد می کند آنچه در تصرف دفتر نشر فرهنگ اسلامی است و محل چاپخانه با کلیه ملحقات و منظمات به آن ملک غیر قابل انتقال تا ظهور حضرت ولیعصر باشد. روشنه دیگه. محمدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبر انقلاب در دیماه 69 در جواب نامه مزبور می نویسد به استهزار معظم الله رسید و ایشان تأیید فرمودند. خب معظم الله تأیید فرمودند، با این وجود مشخص نیست این ملک با تأیید معظم الله غیر قابل فروش و انتقال است و قرار بوده در اختیار دفتر نشر فرهنگ اسلامی بماند تا ظهور حضرت مهدی، چگونه با چه مجوزی به شخص ثالث فروخته شده در اختیار تعاونی مجلس قرار گرفت. ب، اشکال دیگری که گرفتند تغییر کاربری از مسکونی ارزشمند سبز به بلند مرتبه مسکونی در اواخر دولت دهم و احتمالاً با فشار مقامات بالا برای دستکاری قانونی
شورای عالی شهرسازی و معماری در آخرین جلسه خود در دولت دهم در شهریور 92 با تغییر تراکم 16000 متر مربع زمین مسکونی ارزشمند سبز به دو برج 35 طبقه مسکونی در ارتفاعات نزدیک 1800 متر موافقت میکند، که عرض کردم بالای 1800 به ارتفاع 2000 متر و بعدم میشه 40 طبقه. مجلسی ها که واحدای ساخت نشده رو خریده بودن تو بازار میفروشن با 45 میلیون تومان پیش پرداخت و بعد البته میره بالاتر. چند سال بعد که دعوا بین حلقه های رقیب حکومت در مجلس بالا میگیره، موضوع وقفی بودن این زمین 16000 متر مربعی مطرح میشه و ساخت و ساز پیش نمیره. یعنی مثل خیلی کلاهبرداری های دیگه پولشو میگیرن از مردم، گود برداری کردن، کلی درختو قطع کردن، این وسط کلی آدم به اسم پیمانکار و مجری پروژه جیباشون انباشتن، اون وقت اینا سر شرعی بودن یا نبودن زمینش سالها تو مجلس و رسانه هاشون بحث کردن. از سال 96 تا الان هر چند وقت یه بار یه چند نفری جمع میشن تظاهرات میکنن که چرا سر ما کلاه گذاشتیم. کلید اولیه رو کی زد؟ اوقاف با ساخت و پاخت برای فروش زمین وقفی به یه عده کارچاخون مجلس. ساخت و پاخت با کی؟ با این هیئت رئیسه مهدیون و بیت خامنه ای. تو تمام این سالها از زمان فروش این ملک اصلا اوقاف صداش در نیامده. هیچ وقت هیچ کس نتونسته یقه اوقاف رو بگیره. چند دوره معدودی از نماینده های مجلس خواستن طرح تحقیق و تفحص از واقف رو به جریان بندازن، از اوقاف رو به جریان بندازن، موفق نشدن. دست کم از مجلس هشتم، یعنی از بیش از 15-16 سال پیش، 28 مهر 1393 غلام علی جعفرزاده ایمن آبادی که اول برنامه اشاره کردم بهش گفت من از طرف کمیسیون اصل 90 مسئول بازرسی از سازمان اوقاف بودم، اما مجموعه مدیران ارشد اوقاف به جای پاسخگویی راه بی ادبی پیش گرفتن و به نمایندگان توهین میکنن. من از این افراد به ویژه رئیس این سازمان درخواست مناظره میکنم. بازم همون سال 93 جعفرزاده ایمن آبادی نماینده عرض کردم رد صلاحیت شده مجلس درباره تخلفات سازمان اوقاف میگوید نخست اینکه امامزاده ها یک بار امامزاده ها چون متولی امامزاده ها هم هست میدونید یه اوقاف نخست اینکه امامزاده ها یک بار در سطح کشور افزایش یک باره در سطح کشور افزایش پیدا کرد و یک باره پس از 1400 سال و از ظهور اسلام در عرض 35 سال بعد از انقلاب تعداد امامزاده ها چند برابر شد. اینو داره نماینده اصولگرای مجلس میگه. دیگران که بنابر مستندات ما گاه مسئولان این سازمان موضوعات وقف را تغییر میدهند و از این بدتران که وقف را اجاره میدهند و پس از آن خود اجازه ساخت صادر میکنند، یعنی عملا در کار شهرداری، شهرسازی و منابع طبیعی دخالت دارند. اداره اوقاف مجوز گردشگری هم صادر کرده و باید این گونه گفت که خود اوقاف یک دولت شده. برخی زمینخوارها با مراجعه به اوقاف ادعا میکنند زمینی داریم، توجه بفرمایید، زمینی داریم که میخواهیم به اوقاف بده ولی سند نداریم. زمین بی صاحب را اوقاف با درصدهای بسیار پایین وقفش را قبول می کند و سند مالکیت برای آن شخص صادر می کند و طرف مقابل بنابر این سند صاحب زمین می شود و اوقاف هم درصدی از آن را بر می دارد تا ظهور مهدی. یعنی خود اوقاف اکنون بزرگترین زمینخوار کشور است. همچنین پور مختار رئیس وقت کمیسیون اصل 90 مجلس میگوید اوقاف ادعای موقوف بودن زمین‌های منابع طبیعی را می‌کند و برخی از آنها را اجاره داده و مجوز ساخت و ساز صادر کرده، در حالی که اوقاف اجازه صدور مجوز ساخت و ساز ندارد. باره سازمان اوقاف امور خیریه که قبلا عرض کردم اسمش بود سازمان حج اوقاف، مستقیم زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی عمل میکنه، رئیسش هم رهبر جمهوری اسلامی منصوب میکنه. از سال 97 هم که یکی از فامیلای همسفرش شده رئیس این سازمان، مهدی خاموشی، دایی زن میثم خامنه ای، پسر مهدی خاموشی
سید محسن سید خاموشی 150 هکتار زمین وقفی زراعی و دامداری رو در تاکستان قزوین اجاره میکنه. ما 1,000,000 تومان کادو میده به زنش مونا چایچیان، یعنی به عروس رئیس کل اوقاف آقای مهدی خاموشی، در پایتخت مملکتی که اینا برش حکومت میکنن. اجاره یا آپارتمان کوچیک چنده؟ رقم واقعی خط فقر در پایتخت از 30,000,000 تومان هم بیشتر است. شما فقط مبلغ اجاره خانه ها را ببینید. اگر رقم بدیهی مسکن را هم در نظر بگیریم، نرخ اجاره یک آپارتمان کوچک 60 متری در محلات مرکز تهران کمتر از ماهی 15,000,000 تومان نیست. 150 هکتار زمین و به انضمام دامداری که توش گاو و شتر مرغ هم پرورش میدن، 150 هکتار ماهی 1,000,000 تومان اوقاف اجاره میده به گوگوری مگوریاش. بعد بیاید زن و شوهر جوان ماهی 15,000,000 تومان کجا بیارن برای یه آپارتمان 60 متری؟ چه اهمیتی داره برای حکومت؟ تا وقتی پنجه خشم فقر و تبعیض گلوشو نگیره اصلا نمیفهمه چه خبره. سازمان اوقاف امور خیریه که از تویول رهبر جمهوری اسلامی است و هیچ کس حق سوال ازش رو نداره، غیر از آن که به گفته خودش بزرگترین زمیندار کشور، خودش میگه ما زمینداریم، لازم نیست زمین خار باشیم. یکی از جوابای رئیس سازمان اوقافه، میگه چرا ما میگین زمین خار؟ ما بزرگترین زمیندار کشوریم. زیر مجموعه هاش کیا هستن؟ امامزاده ها، مساجد. درباره امامزاده ها زیاد برنامه داشتیم، بعدا هم هر وقت لازم شد خواهیم داشت. درباره اوقاف و مساجد چند نکته رو بگم در این فرصتی که باقی مانده از زمان این برنامه. اولا اینکه اوقاف با این همه درآمد بی حسابی که داره، از دولت هم هر سال بودجه میگیره، یعنی از مالیات و فروش نفت و صادرات و غیره که مستقیم از سفره مردم کم شده، بودجه سالانه داره این اوقاف. این آخوند خونه فاسد. سازمان امور مساجد و چند نهاد بیکار و پرخور دیگه مربوط به مساجد هم که زیر مجموعه همین اوقافن، بودجه جداگانه دارن. در بودجه سال 1402 برای مرکز رسیدگی به امور مساجد عدد 98 میلیارد تومان پیشنهاد شده که نسبت به بودجه سال گذشته که حدود 40 میلیارد تومان بود، افزایش حدود 110% را نشان میدهد. رسیدگی به امور مساجد. بودجه مرکز رسیدگی به امور مساجد تهران به صورت مستقیم اختصاص خواهد یافت. جیرینگی میریزن به حسابش. در بودجه سازمان اوقاف امور خیریه نیز بندی با عنوان برنامه حمایت از فعالیت‌های قرآنی و قانونی و کانون‌های فرهنگ هنری مساجد و بسیج محلات با رویکرد افزایش تعداد حافظان و قاریان برنامه‌های قرآنی در بقاع متبرکه با مبلغ حدود 43 میلیارد تومان اختصاص یافته است. در بودجه سازمان اوقاف این ریز بودجه سازمان اوقافه. من فقط عرض کنم که فقط و فقط اعتبارات اوقاف در بودجه برای مثال سال 1399 بیش از 244 میلیارد تومان. منابع درآمدی سازمان اوقاف چیه؟ از درآمدهای نامعلوم حدود 9000 امامزاده و بقاع متبرکه گرفته تا درآمد کلان حاصل از زمین‌ها و املاک موقوفه. ببینین این پولا برای سازمان اوقاف که چیزی نیست. اینم 430 میلیارد تومان و اما برای مساجد هست. به هر حال سازمان اوقاف، یعنی اصلا آخوند ترجیح میده تا قرون آخرم خرجی رو از مردم بگیره و خودش پولای انباشته رو خرج چیزای دیگه بکنه که اسلام در
بلاد کفر هم مثل ایران حفظ بشه و منفعت داشته باشه واسش. اینو به این دلیل عرض میکنم که خبری دیدم از دیدار رئیس سازمان اوقاف جمهوری اسلامی ایران با مسلمانان ماداگاسکار، در حالی که طبق اساسنامه سازمان اوقاف امور خیریه فعالیت این سازمان منحصراً به داخل ایران محصور است. حوزه فعالیت این سازمان شامل مدیریت موقوفات عام فاقد متولی، موقوفات خاصه و اماکن مذهبی اسلامی، اسلاس باقیه و بقعه های متبرکه، همچنین محبوسات، نزور، صدقات و هر مال دیگری که به غیر از عنوان وقف برای امور عام المنفعه و خیریه اختصاص یافته و نیز اداره مؤسسات انجمن خیریه در سراسر کشور ایران می باشد. و رئیس این سازمان عریض و طویل بی پاسخ تو آفریقا چی کار می تونه داشته باشه؟ حجت الاسلام و المسلمین سید مهدی خاموشی، ببینین خیلی جالبه، هم صحبت های سید مهدی خاموشی رو توجه بفرمایید و هم صحبت های در این جلسه و هم صحبت های رئیس، یعنی جواب رئیس جامعه مسلمانان ماداگاسکار در این نشست. این نشست البته بعد از سفر حضرت حجت الاسلام و المسلمین سید مهدی خاموشی رئیس سازمان اوقاف امور خیریه به آفریقا صورت گرفته است. این سفر که چند سفر به آفریقا داشته و بعد از اون این سفر رو کرده اومده، این دیدار صورت گرفته که الان خدمتتون میخونم. ببینیم، حجت الاسلام و المسلمین سید مهدی خاموشی رئیس سازمان اوقاف امور خیریه هفتم خرداد ماه به مناسبت روز جهانی آفریقا با تعدادی از نمایندگان جامعه مسلمانان ماداگاسکار و سفیر جمهوری اسلامی ایران در این کشور دیدار کرد. رئیس سازمان اوقاف امور خیریه در این دیدار اظهار کرد جامعه اسلامی شرق آفریقا جامعه پیشروی بوده و از لحاظ فرهیختگی متمایز از سایر نقاط دیگر آفریقاست. بنده مهدی خاموشی در سفرهایی که به قاره آفریقا داشتم با تمام جامعه اسلامی آفریقا دیدار کردم و پیام مودت آنها را به رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران نیز منتقل کردم. حجت الاسلام و المسلمین خاموشی در ادامه به استفتایی از رهبر معظم انقلاب اسلامی پیرامون وقف پول اشاره کرد و مزیت‌های این استفتا را تشریح کرد. او گفت، ما آقا گفتن پول وقف شما می‌کنیم. مهدی خاموشی گفت ما در خصوص توسعه وقف در زمینه‌های صنعت، معدن، زراعت، آبزی پروری، دام سبک و سنگین، تولید انرژی خورشیدی، تولید مسکن، توسعه خدمات ریلی و غیره در حال کار هستیم و آمادگی داریم تا دانش خود را به سایر نقاط جهان به ویژه شما انتقال دهیم. رئیس جامعه مسلمانان ماداگاسکار با تشکر از مهمان نوازی ایرانیان بر حفظ وحدت میان امت اسلام تأکید کرد. بریم پرده آخر. یه دونه از شمشیرهای هرسلی هست توی موزه الان، نام کجا موزه است، 74 کیلوه. این هر شمشیر اسباب بازی است، شما میبینید که نیفه آدم کش، این بران نمیشه باش کش، بزنی کج میشه. شمشیری که بزنه به فرق طرف از وسط مرکب بیاد پایین، این همه آدم و گوشت رو نصف کنه، ساتور چیه؟ باید چیزی بشه، هم آهنش، هم وزش، هم لبه هاش، هم قدرتش، هم بدن قوی. بله 74 کیلو دست هر کنه، ما بینیم جدا نمیتونیم بلند کنیم، تو چه برسه کسی دست بگیره و باش بزنه. شب و روزگار خوش.